شما همچنان بیننده برنامه عصر عریوا از شبکه اصلاح هستین. استاد محمد یونس کریمی، استاد پانتون مهمان ما هستند و میخواییم که با ایشان در ارتباط به انفاق صحبت بکنیم. جناب استاد، بسیار خوش آمدین به برنامه و وقت شما بخیر. اگر در ابتدا حرفی و سخنی دارین، میشه که خدمت بیننده عزیز داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما برادر عزیز و نهایت گرامی و خدمت تمام بیننده های عزیز و گرانقدر که ما را از دریچه تلویزیون هدفمند و توانمند اصلاح میبینن. امیدوارم در هر کجایی که هستن از صحت و عافیت کامل برخوردار باشن. بازم سپاس از حضور شما. اما قسم که گفته شد، موضوعی که میخوایم با شما روی از او صحبت بکنیم بحث بسیار مهمی هست، خصوصا در شرایط فعلی این مسئله جایگاه بسیار مهم داره، بحث انفاق هست. و امیدواریم که انشاءالله فرهنگ صدقه دادن و انفاق به معنای واقعی در جامعه ما رنگ بگیره. به عنوان اولین پرسش خوب هست که صحبت بکنین انفاق چیه و چی انواعی میتونه داشته باشه. بله، همون قسمی که شما گفتین به واقعیت یکی از موضوعات بسیار عمده و اساسی که جوامع همیشه به اون نیازمنده، قضیه انفاقه. اول اگر بیم کلمه انفاق را از دید لغوی بررسی کنیم، خود انفاق از کلمه نفقه گرفته شده، نون، فا و قاف، که لغتاً به زبان عربی تونل را معنی میده. و تعبیری از این دید که این چرا به این معنا میگن که ما مال در راه الله بدیم، به این معنی که الله از یک طرف میده، از طرف دیگه تو در مسیر رضای الله سبحانه و تعالی خرج کنی، مثل تونلی که از یک مسیر وارد میشی و از طرف دیگه بیرون میشی. اینمی حالت داره، خرج کردن و مصرف کردن داشته ها و آنچه الله متعال به دسترس یک انسان قرار میده در مسیر رضای الله متعال، این میشه انفاق. اما اینکه امروزه در جامعه یک دیدی وجود داره نسبت به انفاق که ما گمان میکنیم که فقط تنها و تنها مصرف مال میتونه انفاق قرار بگیره، اما در آیات قرآنی وقتی ما نگاه میکنیم این حالت نیه. آیات قرآنی تقریبا قضیه انفاق را عام میگیره. خود انفاق یعنی استهلاک و مصرف هر آن چیزی که الله متعال برای انسان به عنوان رزق داده در مسیر رضای الله. الله متعال در آیات وقتی میفرمایه که ما مما رزقناهم، از آن چی ما رزق دادیم به اونا، یعنی تنها قضیه مالی نه. یک انسان توانایی داره، نفوذ داره در یک جامعه، از نفوذ خود خرج میکنه، از نفوذ خود در یک جامعه مایه میگذاره، از دین الله حمایت میکنه، از تعلیم و تربیت در یک جامعه حمایت میکنه، از یک رسانه اسلامی حمایت میکنه، از یک اهل خیر و یا منبع خیر حمایت میکنه، از نفوذ خود مایه میگذاره. یک کسی دیگه وقت داره، لحظات در طول روز وقتهای داره که اینها از بقیه امور زندگی و تقریبا میشه گفت اضافه، از وقت خود در راه الله متعال مایه میگذاره، درس میده، تربیت میکنه فرزندان مردم را، یک برنامه اسلامی به پیش میبره، یک عمل خیر دیگه را انجام میده، این مایه گذاری از وقت. یک کسی دیگه الله جل جلاله برای اون مال داده، باز از مال خود انفاق میکنه، مثل سیدنا عثمان، مثل سیدنا ابوبکر صدیق، میه بنای مسجد ایر میسازه، بنای یک مکتب ایر اعمار میکنه و به همین قسم یک فقیر ایر برای از او قضای تهیه و ترتیب میبینه، به یک محصل بیکس و بینوای کتب از او و لوازم درس و تدریس از او فراهم میکنه. یعنی وقتی سخن از انفاق میزنیم یک مفهوم عام ما مد نظر داشته باشیم که هر آنچه از داشته ها داریم و در توان ما هست در مسیر رضای الله مایه بگذاریم. یعنی وقتی ما امروز صحبت میکنیم، دوستا و اعضایی که ما رو میبینن نگن که ما خود مال ندارم دیگه، ما خود سرمایه آنچنانی ندارم. شاید یکی از اعضای ما صاحب نفوذ باشه در یک جامعه، شاید یکی از بیننده های ما وقت داشته باشه و استعداد داشته باشه،
یکی از اعضای ما ممکن که از جوانی و قوتی که داره بتونه بهره ببره و استفاده بکنه. بران از هر داشته که داریم و ممکنه که در یک مسیر مصرف بکنیم میشه انفاق بکنه و قطعا نزد الله گم شدنی نیه و ضایع نمیشه. سپاس از شما. پس در ارتباط به انفاق و انواع از او صحبت شد. خوب هست که ما این مسائل رعایت بکنیم در زندگی خود و کسی باشیم که همیشه انفاق میکنه انشاءالله. شاید دوستان با ما موافق باشن که خود انفاق یک نعمتی است که خداوند بر انسان میده. مهمی است که انسان به صدای قلب خود گوش بکنه و انفاق بکنه. مهم اینه که چقدر پول داره و امکانات داره. مهم اینه که چه قلب بزرگی داره که او را تشویق میکنه که انفاق بکنه. و در ابتدا هم گفته شد که در جامعه فعلی ما بس انفاق بعد بسیار پررنگ باشه. ما خانواده های خیلی خیلی غریبی داریم و کسایی داریم که از لحاظ اقتصادی واقعا ضعیف هستن. پس کسایی که توانایی دارن و میتونن انفاق بکنن این کار رو بعد انجام بدن. باز اگر انجام ندن دیگه فکر میکنم امو رسالت انسانی خود در جامعه ادا نکرده. مشخص هست که خود انفاق ارزش و جایگاه والایی داره. خوب هست که در ارتباط به ارزش و جایگاه انفاق بیشتر صحبت بکنه. بله، واقعیت همین قسمه که انفاق به عنوان یکی از مسائلی که الله جل جلاله در آیات مختلف مؤمنین رو به او تذکر داده جایگاه خیلی بلندی داره. شما در نخستین آیات قرآنی میبینیم که الله متعال وقتی از صفات متقین صحبت میکنه میفرمایه که قرآن هدایت برای متقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتابی که در هیچ شکی نیه هدایت برای متقین. خب متقین چه کسایی هست؟ بعد معرفی میکنه الذين يؤمنون بالغيب، ایمان به غیب دارن و یقیمون الصلاه و نماز رو برپا میکنن و مما رزقناهم ينفقون، از او چیزی که ما به اونا رزق دادیم در راه الله متعال انفاق میکنن. یعنی این صفت هرگاه در ما ایجاد شد همون قسمی که شما جلوتر گفتیم این صفت ارتباط به سرمایه انگفت نداره. یک انسان پرهیزگار و متقی با سرمایه اندک همت انفاق داره. بله. چون این صفت صفت بنده های متقیه. در جای دیگه الله جل جلاله مثال میده تا برای ما ارزش و جایگاه انفاق به معرفی بگیره. میفرمایه که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال او کسایی که در راه الله انفاق میکنن مثل او کسی است که یک دانه گندم رو بذر میکنه در یک زمین و این دانه گندم هفت خوشه بار میاره که در هر خوشه از این 100 دانه گندمه. یعنی یک دانه بذر گندم شده 700 دانه گندم. این مثال برای انفاق او کسی که یک افغانی در راه الله سبحانه و تعالی به مسیر رضای خدا خرج میکنه 700 برابر مزد و پاداش میگیره. پروردگار یک مثال میزنه و الله بیشتر و بیشتر هم میتونه رشد بده. جایگاه دیگه ای که برای انفاق در آیات قرآنی پروردگار معرفی میکنه همچنین برای کسایی که وعده بهشت داده شده، اینا یکی از خصوصیات اینه که الذین ينفقون في السراء والضراء، اینا مردمایی هستند که در همه حال در لحظات خوشی و در لحظات غم، در لحظاتی که ورشکسته، در لحظاتی که سرمایه داره انفاق میکنه. یعنی گویا انفاق صفت ازی شده، انفاق خصلت ازی شده دیگه. برای از این معلومی نمیکنه که فقیر یا نه، برای از این معلومی نمیکنه که به جیب خود یک لک داره یا 20 روپیه داره، انفاق میکنه. از زیاد خود زیاد و از کم خود سرمایه اندک خود اندکی در راه الله به مصرف میرسانه. اینها الله متعال از اهل بهشت گفته. در جای دیگه پروردگار متعال جل تعظمتو وعده پاداش کامل برای انفاق کننده ها میده. میفرمایی که وما تنفق من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، آن چیزی که شما در راه الله انفاق کنید، مثل که جلوتر گفتیم اگر مال شما نه، اگر وقت شما نه، اگر استعداد شما نه، اگر جوانی شما نه، اگر نفوذ شما نه که برای حمایت از دین الله متعال به مصرف میرسه و انفاق میشه، قطعا الله متعال کامل به شما پاداشی میده.
و انتم لا تظلمون و شما مورد ظلم قرار نمیگیریم. در جای دیگه الله جل جلاله جالب پرسان میکنه که و ما لکم، چی شده شما الله تنفقو فی سبیل الله که شما در راه الله انفاق نمیکنید؟ مال الله داده شما که لخت برهنه به دنیا آمدین و قراره که لخت برهنه از دنیا برین، فقط جهت حفظ عزت و کرامت شما شما رو کفن میکنه. پس چه شده که از داشته ای که به عنوان یک امانت به دست شما قرار گرفته و چند روز بعد این امانت به کس دیگه منتقل میشه، از این در راه الله انفاق کرده نمیتونید؟ اینها هر کدام و مثل اینها ده ها روایت و آیت و احادیثی از پیغمبر ما علیه السلام که برای ما ارزشمندی انفاق را به لحاظ دینی نشان میده. این که ما وقتی بیاییم ببینیم که چقدر میتونه یک مشکل را حل بکنه در جامعه، یک فقیر زندگی و رنگ و رونق بگیره، یک محصل بتوانه درس خود به پیش ببره، در یک مسجد مردم به عبادت و بندگی الله بپردازن و صدها شاگرد در اینجا تعلیم ببینه، یک مکتب آباد بشه و در اینجا به عنوان یک خیر جاری بعد از سالها بعد از مرگ ما پاداش و باقی بمانه، یک چاه در یک منطقه حفر بشه و مردم آب زلال و صافر از او بهره بگیرن، این چقدر ارزشمنده. اینجایی که ما میفهمیم که واقعا انفاق یکی از موارد بسیار مهم و دارای جایگاه بس عظیمیه. سپاس از صحبت های ارزشمند شما. یک بحثی هم جناب استاد وجود داره به فهم و آگاهی که شهروندان ما از دین داشته باشد. اگر واقعا این مسائل که شما گفتین که برگرفته از کتاب قرآن و کتاب خداوند هست، خب یقینا که او رسالت و او مسئولیت خود انجام میده و خیلی وقتا وقتی که انسان ها از نفقه و صدقه فرار میکنن و فکر میکنم که امو فهمی و انوز کسب نکردن و خوب هست که چنین برنامه های من فکر میکنم رو اندازی بشه و علماء امام نقش خیلی بزرگی دارن فکر میکنم در این بحث که به نحوه یک سری پیام های به خدمت شهروندان ما برسانن و یقینا که چنین کردن ما شاهد هستیم. اما خوب هست که در همین روزهای سخت و در شرایط سخت انسانهایی که دارن در کنار انسانهایی که ندارن استاد باشن. یک بحث دیگه هم وجود داره، حالا چی انفاق و چی بحث دیگه، خب یک سری شرایط بعد وجود داشته باشه. حالا چون بحث ما انفاق هست میخوایم که شرایط انفاق رو بحث بکنیم که چی شرایط ما باید مد نظر بگیریم و چی شرایط ما باید مرئی بکنیم که همو انفاق ما بهتر باشه و یا بهتر انجام بشه؟ دقیقه، هر عمل شرایطی از خود داره. تا او عمل به شکل بهتر و مؤثرتر صورت بگیره و مزد و پاداش عظیمتر از جانب الله متعال به ما نصیب بکنه. الله جل جلاله وقتی در آیات قرآنی از مسئله انفاق برای ما تذکر و یادآوری میکنه، برای انفاق شرایطی بیان میداره. یک ای که تلاش صورت بگیره از بهترین مالهای خود در راه خدا انفاق بکنه. بله. الله جل جلاله وقتی عده از مردم در عصر پیغمبر علیه السلام خرماهای گندیده ای آوردن به عنوان صدقه پیش پیغمبر، آیت نازل کرد که چرا شمای مؤمنین از چیزی انفاق میکنیم که از چیزی میایم صدقه میدیم که اگر همو چیز رو به شما بدن شما نمیگیریم؟ از کهنه ترین پول خود انفاق نکنیم، پولی که میفهمینیم این نمیچله. میفهمیم گرچه یاد ما باشه به این معنی نیه که ما لباس کهنه خور به یک فقیر ندیم. خوبه اگر یک لباس رو مدت پوشیدیم بعد وقتی نمی پوشیم بدیم به یک فقیر که استفاده بکنه. اما اگر ما این بهترین باشه، الله تعالی می فرمایه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز شما به بر و نیکویی نمی رسین مگر اینکه از بهترین و محبوبترین و ارزشمندترین چیزها خو انفاق بکنه. صحابه گفت من یک باغ دارم که خیلی پیشم محبوبه، بهترین خرماهار، بهترین حاصلات، بهترین میوه داره، همین در راه الله جل جلاله دادم. از محبوبترین چیزها خور، کفش خوب خور، لباس خوب خور، پول نو خور، در راه الله انفاق بکنین. مورد بعدی، اذیت نکنیم با انفاق خود.
گاه اوقات یک نفر صدقه میده، انفاق میکنه و بعد چند تا گپ تند و سخت هم برای طرف میگه، تو آدم بیکاره، تو آدم ولگرد، تو عمر دست تو پیش مردم درازه، همیشه ما به تو کمک بکنیم، تا کی تو گدهی میکنی، بگیر برو دیگه. زخم زبان نزنه. زخم زبان نزنه. الله میگه قول معروف و مغفره خیر من صدقته. یک سخن نیک گفتن، یک بخشش تلبیدن بهتر از صدقه که یتبعها اذا، بعد از اذیت و منت باشه. و در جای دیگه میگه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا، صدقه خور با منت و اذیت باطل نکنید. مورد بعدی که در انفاق مد نظر گرفته بشه اینه که تلاش کنیم با اخلاص انفاق بدیم. ما بدانم و خدای ما بدانه. و چنان به تعبیر حدیث پیامبر که اگر دست راست میده دست چپ نفهمه. در عصر تابعین فقرا هر شب به دروازه خانه خود مواد غذایی و بعض خوراکه ها و مواد مورد نیاز خود می دیدن، اما نمی فهمیدن چه کسی میاره. مدت ها گذشت، بعد شخص به نام زین العابدین از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت جسد از این که می شستن دیدن که شانه های زخم داره و از شبی که فوت شد دیگه به دروازه خانه فقرا کسی چیزی نگذاشت. متوجه شدن که این بوده که هر شب به شانه های خود بار به خانه های فقرا حمل می کرده. نیمه های شب که او میدانسته و الله سبحانه و تعالی میدانسته. چقدر ارزشمند. و مورد بعدی که در انفاق خیلی مهمه اینه که آگاهانه انفاق کنیم. با انفاق خود گدا جور نکنیم. با انفاق خود یک شخصیت انسان را زیر سوال نبریم. امروز وقتی که سخن از انفاق میشه، به مجردی که میگه مردم صدقه بدیم، انفاق بدیم، بعد از فوت پدر و مادر آدم انفاق کنه ثواب داره، یاد ما از خیرات و ختم قرآن میایه. بیم جنبه انفاق و محدوده انفاق را فراخ ببینیم، وسیع ببینیم. همون قسمی که جلوتر در مثالهای خود گفتم، محصلی نیاز به کمپیوتر داره، پول مصرف اتاق خود را نداره، مسافره به یک جای نیاز داره، مکتبی اتاقهای درسی درست نداره. من مکاتبی دیدم که فرش از یک مسجد امانت گرفتن زیر پای شاگردان انداختن، چوکی نداره، میز نداره، جای مناسبی برای درس خوندن نیه. یعنی همیشه خیر به معنی ختم قرآن گرفتن نیه. بیم صدقی که میدیم ایر یک صدقی جاریه بسازیم، ایر یک انفاق بسازیم که بعد از مرگ ما هم پاداش او برسه بر ما. آگاهانه انفاق بکنیم. جوانیه میخواه ازدواج بکنه، زمینه ازدواج او فراهم نیه، مصارف ازدواج خود را نداره، نامزد شده اما مصارف عروسی خود را نداره. یک جوانی توانایی کار داره اما نیاز داره به یک چرخی، به یک سچرخی، به یک وسیله کری که بره کار خود شروع بکنه و زندگی از او رونق بگیره. انمی نیاز یک جرقی تا کار از او رونق بگیره. انفاق آگاهانه انفاق بکنیم تا هم طرف خیری ببینه از انفاق ما و هم خود ما با انفاق خود دل ما خوش باشه و الله راضی باشه و با انفاق جامعه ما رشد بکنه، مردم ما گدا نشه. نشه که امروز یک چیزی بدیم باز پس فردایی دم دروازه خانه ما طرف استاد باشه. اینها موارده که انفاق ما بهتر و ارزشمندتر میسازه. تشکر از صحبت های ارزشمند شما جناب استاد. در اخیرم اگر توصیه دارین میشه که خدمت برندای عزیز داشته باشه. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون هدفمند و توانمند اصلاح که زمینه فراهم میکنه تا ما توصیه های خدمت عزیزا داشته باشیم. توصیه ما به دوستان اینه که ما نیاز به انفاق داریم در جامعه خود، نیاز به همکاری هم داریم. تعاون یکی از نیازهای اساسی جامعه ایمانه، گرفتن دست هم دیگر در هر امر خیری و نجات یک انسان از منجلابی که در او واقع شده نیاز به انفاق داره. بیایم انفاق را به یک محدوده وسیعی ببینیم، از مال خود، از جان خود، از وقت خود، از استعداد خود، از نفوذ خود، برای حمایت دین الله، برای حمایت نسل جوان، برای حمایت یک امر خیر کار بگیریم و اینها همه در محدوده انفاق شامل میشه. بیایم انفاق ما انفاق آگاهانه بسازیم، انفاقی که خیر کثیری از او باقی بمانه،
در محدوده خیرات و خدمت قرآن ایر محدود نسازیم، در جاهای انفاق مال خود را بکنیم که بعد از مرگ ما هم ثواب او باقی بمانه و جامعه ما رشد بکنه، نسل جوان ما گدا بار نیایه، طرف مقابل نیاز او به معنای واقعی برطرف بشه و زندگی از او با انفاق ما رونق بگیره. و انفاق بکنیم قبل از اینکه حسرت بخوریم. الله میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنیم از او چیزی که به شما رزق دادیم، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیایه و بگیم ای کاش در راه خدا انفاق میکردیم و صدقه میدادیم. الله سبحانه و تعالی رب العالمین این توفیق نصیب ما و هم عزیزان ما بگردان ان شاء الله. سپاس جناب استاد از حضور شما برنامه، انشاءالله که در تمام عرصه‌های زندگی موفق و سلامت باشه. و سپاس از شما خوبان که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان از تحریبا هستین. اما گونه که ببینیم وقت برنامه هم رو به اتمام هست، ناگزیر هستیم که از حضور گرم و سبز شما عزیزان خدافیزی بکنیم. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارت.